ومثلهم في الإنجيل كمثل
فاستغلى فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بالا و اعلا که هو الذی ارسل رسوله بالهدى او خدایی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد هرچند مشرکان کراهت داشته باشند سلام و درود خدا بر پیامبر والا مقامی که او را اسوه حسنه معرفی نمود لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة و خالق پیامبر اعظم او را چنین ستود و انك لعلى خلق عظيم در ولادتش قدرت نمایی حی لایزال را همه دیدند و در بعثتش منت بر عالم را شنیدند لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم سلام و درود خدا بر اشرف اوصیا خاتم انبیا خیر المرسلین حبیب العالمین طبیب القلوب المؤمنین پیامبر عطوفت و رأفت و رحمت حضرت محمد ابن عبدالله
صلى الله عليه وآله وسلم سلام و درود خدا بر تو یا رسول الله که به برکت دستانت که می تواند نان رزق هزاران سفره خالی را مهیا کند امروز و در این ایام پرسرور و شور با تو بیعت کنیم آمده این تا باز هم ندای وحدت را به عالم برسانیم سلام و درود خدا بر پاکترین و معطرترین و منورترین انوار و ستاره های هدایت اهل بیت نبی مکرم اسلام خاصه صاحب اختیار و زمان مصلح کل جهان حضرت ابوالصالح المهدی ارواح نالترا و مقدم الفدا سلام و درود بی پایان به نایب برحق امام زمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد از ظله العالی سلام و درود خدا به روان پاک و روح مطهر امام راحل بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که هرچه افتخار و اقتدار ماست از نام اوست سلام و درود بی پایان به ارواح پاک و مطهر شهیدان پیش از انقلاب از خرداد 42 تا بهمن 57 که انقلاب اسلامی ایران تا به امروز مرهون آنان است شهیدان والا مقام دفاع مقدس شهدای ترور شهدای فناوری هسته‌ای شهدای مدافع سلامت شهدای امر به معروف و نهی از منکر شهدای مدافعان ایمنی و امنیت مدافعان حرم خصوصا سید و سالار آنان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز از این جلسه و این مراسم و این حضور پرشکوه حظ و بهره ببرند انشاءالله عرض سلام و عرض ارادت به یکایک شما خواهران و برادران ایمانی که امروز آمده ایم به پاس احترام به نبی مکرم اسلام و اعلام انزجار از اهانت به آن نور لا یزال اعلام داریم هر کجای این خیابون که امروز به نام محمد رسول الله نامگذاری میشه هر کجای این خیابون هستی خواهش میکنم در همین آغاز ضمن تقدیر و تشکر از قاری و حافظ قرآن کریم خواهران محترمه برادران گرانقدر هر کجای این خیابون هستن خواهش میکنم تقاضا و تمنای دوستان عزیزانم برگزار کننده این مراسم رو امتثال کنند به سبب اینکه باید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بشود که شده است ممنونم تا آخر جلسه از برداشتن ماسک‌ها خودداری بفرمایید فاصله گذاری رو رعایت بفرمایید این سمت تریبون هم دوستان بنده مفروش کردن عزیزان در پیاده‌روها نایستند و خواهش می‌کنم تردد نفرمایید که انشاءالله مراسم با نظم خاص خودش امروز برگزار گردد تقاضا دارم در همین تلیعه برنامه امروز در مقابل سفارتی که کشورش و رئیس جمهور خائنش به ذات اقدس نبی مکرم اسلام جاهلانه و ناآگاهانه و یا شاید مغرضانه حانت کردن همه این خیابون دست راست اونو به نشان بیعت با نبی مکرم اسلام بیارن بالا خواهش میکنم اصحاب رسانه امروز رو سخت خواهم کرد و این چشمه جوشان از اقیانوس خروشان ملت ایران رو در این خیابان به تصویر خواهم کشید همه با هم یک صدا لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله ما ملت صبریم و مقاومت ما ملت عشقیم و رحمت در روزهایی که آستانه میلاد با سر سعادت پیامبر عظیم و شأن اسلام است آمده ای تا باز هم با امام همه انبیا اشرف همه کائنات تجدید بیعت کنیم اینها بهانه است همه عالم ببینند که امت اسلامی شیعیان امیر مؤمنان هیچگاه بین خود و خانواده رسول الله و شخص رسول مکرم اسلام فاصله ای نخواهند دید یک بار دیگه دست ها رو به نشانه بیعت بالا بیاریم دست راست تو بالا بیار
اونایی که 40 کربلا نرفتن امروز با پیامبر عظیم شأن اسلام تجدید بیعت کنیم. زن و مرد فریادمان این باشد: لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله. آقایان، بفرمایید این قطعه ابتدایی شعار رو بگم، خواهران محترمه هم کوبنده و فاطمی قطعه دوم. این همه لشکر آمده به عشق احمد آمده، بهتر این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده. خیلی متشکرم. انشاءالله تا پایان برنامه با هم کار داریم. در خدمت اعضای گروه بین المللی بزرگ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که انشاءالله برنامه شون اجرا خواهند کرد. همه ما شاهد برنامه عزیزان خواهیم بود. امروز باز هم عزیزان هم دوستان برگزار کننده بسیج دانشجویی تقاضا میکنند، خواهش میکنند، بنده هم به عنوان کوچکترین جمع تقاضا میکنند، خازانه و خالصانه فاصله اجتماعیتون رو رعایت بفرمایید. بعضی از عکس ها شاید از این جلسه انعکاس داده بشه و از اون دستاویزی بشه. خواهش میکنم مغرضان و خلاصان هستن و متاسفانه شاید از این جلسات آماده باشن که لحظه ای رو شکار کنن که به عنوان یک لحظه فراموش شده ثبت بشه. خواهش میکنم فاصله اجتماعی رو رعایت بفرمایید. تا پایان جلسه همین ماسک‌ها رو روی صورت بر نداریم، چون ولی امر مسلمین جهان و مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تقلید همه ما دستور دادن که تبعیت از دستورات صداد ملی کرونا بر همه واجب هست. امروز هم ما این امتثال امر رو داریم و این برنامه رو با رعایت همه رسول‌الله سعی و اجرا داریم. این شعار امروز رو در ذهن داشته باشید که هرگاه نام نبی مکرم اسلام اومد، شعار امروز در این خیابان ثبت خواهد شد: صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عليك صلى الله يا محمد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد السلام يا نور الأمم مبني الإسلام إيمان سینت سینای قرآن جاودان مهر تابم رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی رحمت للعالمینی ای که خورشید یقینی یا رسول الله
حبيب الله چشمه جوشان کوثر رحمت للعالمین ای که خورشید یقینی رحمت للعالمین ای که خورشید یقینی یا رسول الله بلد یا حبیب الله تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر حاوي المفاخر آخرا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما سلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما هيئاً جنورت از ازل تابيد شد از مقدمت كفر و ستم برچيد شد صدر نشين عالم اعلا توي عبد شب اسرا و او ادنا توی ای خاک راحت توتیای چشم من ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن یا رسول الله مدد یا حبیب الله مدد یا رسول الله مدد یا حبیب الله مدد یا ابن عبد الله یا محمد عليك صلى الله یا محمد یا ابن عبد الله یا محمد عليك صلى الله یا محمد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا رسول الله مدد يا حبيب الله 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 سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجليس له الله الله سبحان من ذكره
تشکر از اجراشون و انشالله در پناه نبی مکرم اسلام باشم. وقت بسیار اندک هست و برنامه ها بسیار فشرده. من درخواست میکنم از سرور ارجمند بزرگوار، کارشناس محترم دینی حضرت حضرت اسلام و موسوی جنازه های سرلک تا در جمع عاشقان نبی مکرم اسلام بیانات خودشون رو تقدیم بدارن. همه ما بهره‌مند گردیم. باز هم جهت سلامت وجود ناظرین امام حاضر اما غایب از دیدگان حضرت بقیت الله لازم، هر چقدر به پیامبر و خاندان اتنشون علاقه من هستی بلند صلوات خط کن. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی کتب الله لأغلبن انا و رسلی ان الله قوی و عزیز. داستانی که داره ماجرا میشه از این قرار خلاصش که معلم جغرافیا و تاریخ در کشور فرانسه به بهانه آزادی بیان کاریکاتورهایی رو که در سال 2015 یک بار خبرساز شدن در دنیا در توهین به رسول خدا، سر کلاس خودش دوباره این کاریکاتورها رو نشان میدهد و جریحه‌دار میکنه احساسات شاگردان مسلمان خودش رو و البته کسی که چچنی وطن است، یعنی اصالتاً اهل چچن است. چچن جاییست که محل رشد اصلی بخشی از نیروهای داعشی بوده است. شخصی میاد در یک اقدام مشکوک این معلم رو میکشه و رئیس جمهور فرانسه ماکرون بلافاصله بعد از نیم ساعت در صحنه قتل حاضر میشه. همه اینها برای این است که بگیم داستان چه بوده. یک خطی قصه اینه که این شخص به اعتقاد ما اونچنان که رئیس جمهور یکی از این کشورها گفته روانی نیست. این آدم ترسیده، ماکرون ترسیده است و ترسوها می ترسانند. از چه چیزی ترسیده؟ از منطق رحمت پیامبر که در برابر همه شعارهای توخالی اونها داره قد علم می کنه و داره جوانه می زنه و دلهای عاشق رو داره به سمت خودش جلب می کنه. پیامبری که مظهر رحمت است، پیامبری که قلبی به بزرگی همه انسانیت و بشریت داره. ماکرون باید از این بترسه. نقض سخن خودشون که بر اون مبنا دارن زندگی و حیات سیاسی خودشون رو جلو میبرن، اونا معتقد پلورالیزمن، اونا معتقد کثرت‌گرایین، اونا شعار آزادی بیان رو مطرح میکنن، اون وقت به یک پیامبری که سر تا پا رحمته، سر تا پا مهربانیه، سر تا پا عاشقیست، به تعبیر قرآن مجید اذن است. هر کسی هر سخنی داره او گوش شنیدن داره برای این سخن. می شنیدم فحشم خر می راندم، رب یسر زیر لب می خواندم. هر زمان می گفتم از سوز درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. او رحمت است برای همه عالمیان. بایدم از این پیامبر بترسم، بایدم نسبت به او حراس کنم. بله، محاسبات سیاسی داخل کشور خودشون رو هم دارن. در نظرسنجی های اخیر ماکرون عقب افتاده، محبوبیتش کاهش پیدا کرده.
ماکرون تلاش میکنه فرانسه رو به جای انگلیس در اتحادیه اروپا جا بزنه. میدانیم همه این مناسبات داخلیشون رو میفهمیم. مسلمان امروز مسلمان هوشمندیست، مسلمان با تحلیلیست. ما یک سخن داریم، اگر تکفیر و اهل تکفیر چهره خشنی هستند که همه ما برابر اونها می‌ایستیم، توهین زبان تکفیر در دنیای گفتگوست. چرا توهین رو حمایت میکنید؟ چرا از توهین و ایهانه حمایت میکنید و دوباره در سوربن، در دانشگاه سوربن، در جمع فرهیختگان خودتون دوباره میرید از این وقاحت دفاع میکنید و دوباره عکس‌های توهین‌آمیز این کاریکاتور رو رو ادارات دولتی فرانسه به نمایش می‌گذارید؟ این ادبیات تمام شده آقای مکرون، دوره این جور حرف زدن تمام شده. از خواب غفلت بیدار شید. این تفکر، تفکر پوسیده است. شاید با قدرت رسانه‌ای خودتون بتوانید یه گرد و غبار رو پا کنید و چند نفر رو فریب بدید. بالاخره این گرد و غبار فرو می‌نشیند. تمام حرف ما این است که اون چیزی که احساس می‌کنیم اتفاق افتاده، مکرون و این ادبیات مهمی که دارد، خیلی حقیقی‌تر از اینن که در همین بسته مناسبت بین ما و بین این شخص و بین این کشور تمام بشه. نه، داستان چیز دیگری است، لایه دیگری داره. بالاسری‌های مکرون، اونهایی که جریان سلطنت و سیطره بر کره زمین رو دارن دنبال میکنن، دنبال یه مسئله هستن. میخوان امت پیامبر رو دچار بی احساسی کنن، دچار رخوت کنن، اونقدر بمباران کنن مسائل گوناگون رو بر سر و روی ذهن ما که ما بعد از یه مدت احساس کنیم واکنشی شاید اثر نداشته باشه. اینا از دولت‌ها انتظار واکنش ندارن. میخوان ببینن آیا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با زبان پیامبرشون، با رحمتی که از پیامبر میشناسن، با جهان حرف میزنن یا نه. اونا منتظرن باز از این اجتماعات یه آتوی بگیرن و دوباره بگوین که ما از رحمت به دور هستیم. کور خوندی و دست شما رو خوندیم. این امت اگر در جنگ سخت تکفیری داره جنایت میکنه، در جنگ نرم و در جنگ روایت ها هم توهین داره جنایت میکنه. ما اهل توهین نیستیم، ما به کسی توهین نمیکنیم. ما آمدیم بگیم شما دارید اشتباه میکنید، این اشتباه خودتون رو جبران کنید. ما منتظریم. فرانسه کشوری نیست که در قد و قواره مقابله با ما ایستادن باشه، اما حرف ما این است با منطق، با ادب، با صلابت فکری سخن بگید. فرصت برای جبران باقی است. بدون اینو من به عنوان یک هم نوع میگم، به عنوان یک کسی که درست از فرسنگ ها فاصله دارم و کیش شما رو هم ندارم. آقای ماکرون، من مسلمانم، من شیعه ام، در کنار برادران اهل سنت امروز دارم این حرف رو میزنم. من به شما میگم به نفع شما نیست که با یک پیامبری که یک پاچه نوره، یک پاچه مهربانیست، خاک بر این خورشید نپاشید. یریدون لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره. خدا این نور رو تمام خواهد کرد. تردید نکنید. نفس در سینه تاریخ حبس شده، فشارهای شما به نهایت خودش رسیده. این از زبوهانه ترین فشارهاست که بخواید توهین کنید. چرا توهین میکنید؟ چرا بلد نیستید حرف بزنید؟ چرا منطق گفتگو ندارید؟ چرا نمینشینید اشکالاتتون رو بگید؟ بیایید راجع به پیامبر ما، اگر سوال دارید ما جواب میدیم. ما راجع به حضرت موسی
راجب حضرت عیسی این پیامبران بزرگ خدا یک پارچه ادبی یک پارچه فروتنی هستیم. شما اید قدر نمیشناسید، شما اید که نمیشناسید اندازه خودتون. نکته تلگرافی خیلی کوتاه عرض کنم. ما در جمهوری اسلامی به مدد و به برکت این نظام مقدس اسلامی بسیاری از مردم بسیاری از این وظایف اجتماعی و این تظاهرات بیرونی رو نگاه به دولت مردان میکنن. من از دستگاه دیپلماسیمون تقاضا میکنم راجع به این مسئله واکنشی که بتواند این آلام رو و این دردها رو آرام کنه نشون بدن. ما از دکتر ظریف که در میدان گفتگو قهرمان هستند میخواهیم در این عرصه حتما با دیپلماسی فعال وارد میدان بشن و این عرصه رو نگذارن خدای نکرده ما احساس خلأ راجبش داشته باشیم. ما از رئیس جمهور انتظار واکنشی درست داریم که امیدواریم در این مسئله هم واکنش رو به سرعت انجام بدن. این خیابان اسمش نوفلوشاتوست. خاطرات بزرگی ما از این نام داریم، روزهایی که امام عظیم و شأن ما در نوفلوشاتو بودن. بعضی از دوستان گفتن اینجا رو ما به نام رسول خدا میخواییم نامگذاری کنیم، پیشنهاد میدیم به شورای شهر این رو بررسی کنن. البته نوستالژی اینجا، اسم اینجا عوض شدن شاید مشکلی رو حل نکنه، ولی نمایه ها و المان ها و نشانه هایی که میتوانن پیام ما رو به دنیا منتقل کنن باید مسئولین شهر راجبش توجه داشته باشن. وقت نکته سوم رو بگم و وقت نگیرم. من از هنرمندان، از کسانی که زبان گویای بین المللی دارن خواهش میکنم، نه اصرار میکنم که صحنه رو ترک نکنن با همون زبان کاریکاتوری که امروز جریحه‌دار کرده احساسات بسیاری از مردم مسلمان دنیا رو. نتوهین کنید، پاسخ بدید، شعر به میدان بیاد، کاریکاتور به میدان بیاد، گرافیک به میدان بیاد، هنر به میدان بیاید. از همون جایی که اونها آسیب زدن و ضربه زدن به همون جا باید ضربه زد. جای هنرمندان در کنار این خیلی عظیم مشتاقان رسول خدا خالی است. و اینو به شما عرض کنم، خدا پیغمبر از این توهین ها فراوان شنیده است. این راه راهی است که توش توهین وجود داره. این راه سنگ خواهد داشت، این راه شماتت خواهد داشت. ما این راه رو به فضل خدا در پیروی از رسول خدا خواهیم پیمود. عهد می‌بندم روزی را که زود است و ندیر، مهربانی حاکم کل منافق می شود. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود. عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. انشالله آقا جان ما امام زمان خواهند آمد. مسیحی ها، یهودی ها و همه انسان های کره زمین طعم واقعی لذت، طعم واقعی انسانیت و معنویت رو خواهند چشید. به امید اون روزی که حضرت بیاید و همه ما انشاءالله اترانا نهف بک و انت تعم الملک دور امام زمان رو بگیریم برای یاد امام زمان و گرامی داشت این خاطره بزرگ برای هممون ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر و تقدیر فراوان از سر و ارجمند حضرت حضور اسلام المسلمین جناب آقای سرلک. انشاءالله تا دقایق دیگر در خدمت یکی از برادران اهل سنت، مستاد جهاندار امینی، فارغ التحصیل مدارس علوم دینی و دکترای حقوق و جزا و جرم شناسی، پژوهشگر، نویسنده و مترجم و استاد دانشگاه خواهیم بود. شعار وحدت آفرین و دشمن شکن همه عالم اسلام این روزها این است: الله اکبر. این موج‌ها گره کرده همه عالم امروز شاهد این صحنه ها هستند. زن و مرد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ربك عدو الله. لا إله إلا الله. إسرائيل عدو الله. مهما عمرك دعوت میکنم از برادر عزیز بزرگوار اهل تسنن و موسی جهاندار امینی همه با هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. مصطفى را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن راز قرآن مانعم. رونقت را روز روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. چاکرانت شهرها گیرند و جا، دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و سپاسگزارم از بانیان و برگزار کنندگان این محفل مبارک. موضوع اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام بیش از این که یک موضوع سیاسی باشه، به باور ما یک موضوع اندیشگی و فکری است. به این معنا که با وجود تلاش‌های مصلحان در طول تاریخ و تا به امروز، هنوز هستن کسانی که دم از تفرقه میزنن، هنوز هستن کسانی که با اهانت جمود فکری و فقر تمدنی خودشون را به نمایش میذارن. این نشان از فقر فکری است. دین مبین اسلام از روزهای نخست سردمدار شعار دگرپذیری و رواداری بوده. در زمانی که دو دین بزرگ یهودیت و مسیحیت همدیگر رو انکار می‌کردند، پیامبر اسلام میاد و شعار رواداری رو مطرح می‌کنه. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. همدیگر رو نفی میکردن و حتی همین روی کرد و نسبت به قرآن داشتن. اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل قالوا بل نؤمن بما انزل علی الینا ويكفرون بما وراءه. همین روی کرد نفی و تردید نسبت به دین اسلام رو داشتن، نفی میکردن، انکار میکردن. اما خداوند متعال به پیامبرش میفرماید که قولو، این خطاب برای همه مؤمنینه، قولو آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسى و عیسى و ما اوتی النبیون من قبلهم من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. یعنی همه امت اسلامی ایمان دارن به آنچه که بر همه پیامبران نازل شده. این شعار دگرپذیری اسلامی است، این شعار رواداری در بین مسلمانان هست. و حتی زمانی که پیامبر با دیگران، با مخالفان گفتگو میکرد، هیچ وقت اونها رو مورد طعن و لعن قرار نمیداد. میفرمود پیامبر اینا او ایاکم
لعلى هدى او في ظلال مبين. یکی از ما دو گروه، یا ما یا شما، بر مسیر هدایت یا بر مسیر گمراهی هستیم. و حتی پیامبر در شیوه عملی خودش در تطبیق این شعار در اولین سند حقوق شهروندی اینو اثبات کرد که مشهور به میثاق مدینه هست. همه اقوام و جمع کرد، همه مذاهب، ادیان، یهودی، قبایل مختلف یهودی، بنی قینقا، بنی نذیر، همه اینها رو جمع کرد و حقوق شهروندی رو به امضای همه اونها رسوند و به طور عملی رواداری و فرهنگ گفتگو رو پیامبر علیه السلام ترویج کرد. قرآن بارها سخنان مخالفان رو در نقد از پیامبر نسبت به دین مطرح میکنه و به طور منطقی حق مخالفت رو به رسمیت میشناسه و بالاتر از همه اینها حق مخالفت برای همگان در حکومت اسلامی، لا اکراه فی الدین، و یک نوع آزادی به همه ادیان و حق بر مخالفت داشتن رو مطرح میکنه. حالا امروز ما میبینیم با وجود هزاران سال و صدها سال از حرکت مصلحانه پیامبر تا به امروز، اما هستن کسانی که در قالب علم، فلسفه، شعارها و اصول حقوق بشر دارن به مقدسات دیگر ادیان و به ویژه مسلمانان اهانت میکنن. حتما پژوهشگران بی‌طرفی در طول تاریخ شما میشناسید، کسانی که مسلمان هم نبودن ولی محقق بودن، پیامبر رو شناختن، اقرار به جایگاه، بزرگی و عظمت شخصیت پیامبر داشتن. از جمله اونها نویسنده مشهور فیلسوف فرانسوی روژه گارودی است که چندین کتاب در عظمت اسلام و شخصیت پیامبر می نویسه. تعجب برای مکرون اینه که با وجود دسترسی به مراکز علمی، مؤسسات پژوهشی، ولی میاد در یک واکنش هیجانی و احساسی سخنی رو مطرح میکنه که بیشتر نشان از ناآگاهی و خامیگری اوست. اما نکته پایانی هم خدمت دوستان عرض بکنم که ما همانطور که اهانت به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام رو محکوم میکنیم، کشتن یک معلم فرانسوی هم که حرکت جاهلانه و وحشیانه‌ای هست، این هم به شدت محکوم میشه، چرا که این تفکر تندروی و افراطی‌گری هیچ بویی از اسلام نبرده و جفای بزرگی است اگر چنین حرکتی به نام خاطبه مسلمانان ثبت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر و تقدیر از صاحب ارجمند بزرگوار ماموستا جهاندار امینی. این همه عشق و ارادت و محبت شما به ساحت قدسی نبی مکرم اسلام یک پیام داره و اون هم امت نبی مکرم اسلام از توهین به دشمنان برحذرند. ما توهین شما رو با توهین جواب نمیدیم، همان گونه که رهبر عزیزمون فرمودن اینها بهانه است برای خونسا کردن بعضی از آشوبهای خودشون در آسیا و جنوب شرق آسیا. یک بار دیگه دعوت میکنم از سرور بزرگوارم مداح و شاعر اهل بیت عصمت طهارت، مداح انقلابی حجمیرهای عباسی. بعد از ایشون هم اقامه نماز جماعت خواهیم داشت، اما این شعار رو بگیم مقدمه دعوت از حجمیرهای عباسی. خانوهای محترمه صداشون بایست به آسمان برسه، زینب گونه صداشون به آسمان برخیزه، آقایون هم حیدری جواب بدن. این همه لشکر آمده به عشق احمد آمده. نه نه، این صدای جمع نیست، آقایون بگن این همه لشکر آمده، خانم ها به عشق احمد آمده، این همه لشکر آمده
نه همه هنوز نگفتن ها، صدا باید این خیابونو بلرزونه. این همه لشکر آمده به عشق احمد آمده، لبيك يا رسول الله، لبيك يا محمد، لبيك. اگه همه جواب بدن زیبا میشه. لبيك يا محمد، لبيك. تا اون انتها زن زن پیر جوون محمد، لبیک یا رسول الله، لبیک یا محمد، لبیک. جانم 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 لبيك يا محمد، لبيك. لبيك يا محمد، عبره يا زمان لشكر دشمن اسرائیل، لبیک یا لبیک یا محمد، محمد لبیک. Yeah.
Mad Bear
بسم الله الرحمن الرحیم. متن بیانیه تجمع مردمی در محکومیت اهانت دولت وقیح فرانسه به ساعت قدسی حضرت رسول اکرم محمد مصطفی. بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطف و نور الله و افواه هم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. اقدام توهین‌آمیز نشریه فرانسوی و انتشار کاریکاتور موهم به وجود نورانی پیامبر رحمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله دین مبین اسلام دلهای صدها میلیون مسلمان در سراسر جهان را به درد آورده است، تا جایی که هزاران نفر از محبین حضرت در سرتاسر جهان را در عین شرایط ویژه کرونایی به خیابانها کشانده تا خشم و انزجار خود را ابراز نمایند.
در نهایت تأسف اخیراً شاهد بودیم که برخی از دولت‌های متجع منطقه با عادی‌سازی روابط خود با رژیم مرحوم صهیونیستی به امت اسلام خیانت کردند و به خدمت سردمداران کفر درآمدند و عروسک خیمه شب‌بازی آنها شدند. روشن است که مسئله اول جهان اسلام فلسطین و آزادسازی قدس است و بر کسی پوشیده نیست که این جسارت‌های موردی که هر از چندگاهی از آستین یکی از ایادی استکراس بیرون میزند نتیجه یک برنامه ریزی و طراحی طولانی مدت و گسترده امپراتوری های رسانه‌ای و دستگاه های فرهنگی و تبلیغاتی ائتلاف عبری غربی است. این دست اقدامات و جنایات نرم فرهنگی زمینه ساز جنایات سخت و ریخته شدن خون ده ها هزار مسلمان بیگناه در سراسر جهان است که به طرز وقیحانه‌ای با شعارهای مضحکی مانند دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در رسانه‌های جهانی بزک می شود. هدف نهایی این برنامه ریزی چیزی جز استثمار و استعمار ملت‌های مسلمان غرب آسیا نیست. به سردمداران دولت‌های اسلام ستیز غربی هشدار می‌دهیم که به خوشخدمتی‌ها و سازش‌های قوانین اسلام دلخوش نکنند و بدانند که سربازان اسلام ناب محمدی با وجود همه فشارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تا پای جان بر آرمان‌های مقدس اسلامی ایستادند و چون عبودی کامل شما در این شکن شدن ظلم از جهان دست از مبارزه بر نمی دارد. به رئیس جمهور حتی که فرانسه نیز اعلام می کنه. در طول تاریخ کم نبودن افراد پست و حقیری مثل او که سعی کردن خدشه‌ای به وجود قدسی حضرت رسول و دین اسلام وارد کنن و به زعم خودشان با خدا و رسولش مبارزه کنند. تاریخ ثابت کرده است که این افراد علاوه بر قطعی کردن عذاب علیم و ابدی خودشان به نتیجه جز شکست و خاری و ذلت و زبونی در این دنیا نرسیدند. دیر نباشد که به حکم قطعی خداوند پس از پیروزی نهایی حق و باطل خبر به درک واصل شدن و خوراک مار و مور شدنش مایه سرور همه آزادگان و مظلومان جهان شدند. در این بین انفعال مجدد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام که البته در مواقف متعددی مانند اعدام شیخ نوه و دستگیری شیخ زکزاکی و کشتار مسلمانان در کشمیر و میانمار نیز مشاهده شده بود و سکوت شخص رئیس جمهور و اعمال وقیحانه دولت فرانسه مایه شرمساری ملت ایران در برابر برادران و خواهران مسلمانشان شده است. سکوت در برابر این جسارت ها چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ ملاحظات دیپلماتیک بناست تا کجا دهان ما را در برابر وقاحت های جهانخواران ببندند؟ آیا تردیدی وجود دارد که این جنایتکاران جز تا دست برداشتن ما از همه اصول و اعتقاد ما راضی نمیشوند و سکوت در برابرشان نتیجه جز وقاحت و جسارت بیشترشان نخواهد داشت؟ ما تجمع کنندگان در برابر سفارت فرانسه از شما درخواست داریم که به سکوت منفعلانه خود پایان دهیم و با اخراج سفیر فرانسه پاسخ درخوری به دولت و رئیس جمهور وقیح این کشور دهیم. باشد وزارت خارجه باشد که با پاسخ در خود و شایسته هزینه بالای این گزافه‌گویی ها بر سران حتی که دول غربی واضح و مبرهن شود و سلام علی من اتبع الهدی. Now I'm
خواهرانمون بیانیه تنظیم شده به زبان فرانسوی ایشون قراره قرائت بکنن. صلوات عنایت بفرمایید. Remplissez les oreilles des peuples du monde avec le son de la vie.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصلى اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا بزرگان دقت بفرمایید نماز جزء تجمع نیست الان اینجا روبروی سفارت نماز کسی نمیخونه اون سمت پنجم پایین‌تر نماز جماعت برقراره خواهران هم اون سمتی که از این بزرگان طلبه زحمت بکشه نماز جماعت برقرار بکنن روبروی سفارت نماز جماعتی برقرار نمیشه بچه های اجرایی تجمع خواهش کنم اینجا تشریف داشته باشن فاصله گذاری رو تو نماز جماعت حتما حفظ بکنید روبروی سفارت خیلی از اعضای بسیج دانشجو و مدیران تجمع هیچ کس حضور نداشته باشه خواهش میکنم بچه ها میگن انتظارم کمک کنم پایان تجمع به صورت رسمی اعلام میکنیم هر حرکتی از این به بعد به عهده بسیج دانشجویی نیست همه بچه های بسیج دانشجویی با هر حرکت و شعاری از اینجا بعد مقابله بکنن انشاءالله روبروی سفارت سریعتر تخلیه بشه پنجامت به سمت خانم‌ها نماز جماعت دارن پنجامت به سمت برادران به سمت اون سمت خیابان خاک که نماز جماعت هست پرچم‌ها عکس‌ها همه اجزای تجمع امانت هست بزرگوارا خواهش می‌کنم بیارید بغل ماشین تحویل بدید پرچم‌ها پوسترها موکتا رو به هیچ وجه نه موکتا هیئت امانت گرفتیم به هیچ وجه با پا با کفش موکتا نرن بزرگوارانی که هستن زحمت بکشن فرش فرچه ابا عبدالله است موکتا ابا عبدالله است لوله بکنن موکتا رو به ما کمک بکنن یه خیابون مفروش شده زحمت بکشید کمک بکنید اینا لوله بشه دوباره این موکتا کثیف نشه
وای شما بچه های جهادی کمک کنن اون کتا جمع بشه، پرچم ها جمع بشه، روبروی سفارت تأکید میکنن تخلیه بشه. همه بزرگوارانی که وایساده هم دارن با رفیقاشون صحبت میکنن، دارن عکس میگیرن، دیگه هر چی عکس همون گرفتید. یا علی بچه های نیرو اجرایی هم دور ماشین باشن کمک کنن انشاءالله. یا علی مایی صلوات بفرست. سلام. بله. برادران دوستان افراد تشکیل دارن اینجا برای جمع کردن اون کتاب. با الان این همه آدم اینجا چهار تا دونه داوطلب نداریم. بزرگوارا من اینجا با ایستادن منتظر دوستان افراد آدم برای کمک اون کتاب پشت خواهران. با دوستان افراد کمک برم پشت خواهران زحمت بکشم. اون انتهای پل حافظ کمک کنن اون کتاب جمع شه بیاد وسط جلوی سفارت. و این همه جوابگر رو بسیجی بلا وکیلی یه نفر نمید. Thank you.
برادرهایی که جلو سفارت الان ایستادن زحمت بکشن اون موکتایی که اون سمت برادران هست رو جمع بکنن. موکتا مال هیئت همه دارن با پا روش میرن. Thank you.
یک دو برادرها با توجه اتمام نماز کمک کنید موکتا لوله بشه بیاد سمت میسان خواهش میکنم ما رو فقط کمک کنم بزرگواران با ترجمه که ترجمه تمام شده خواهش من هرچه سریعتر اینجا رو تخلیه بکنن عزیزم بزرگواران اینجا رو هرچه سریعتر تخلیه بکنن کسی اینجا وای نسته اگه کسی میخواد کمک کنه کمک کنه این موکتا رو جمع کنه نمی کنه حالا بکارش میکنه
بفرمایید. 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 بفرمایید.